سلام، امیدوارم خوب باشین. به این کانال خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام راجع به رزماری صحبت کنم. آره، بازم رزماری. انقدر این گیاه پرخاصیت و پرکاربرده که هر چقدر راجع بهش بگیم بازم حرف داریم برای زدن. من چند تا ویدیو دیگه‌ام درست کردم برای این گیاه پرخاصیت، جوشونده های مختلف و در واقع کاربردش برای ریزش مو و خصوصا رویش مجدد مو، که لینکش رو براتون حتما میذارم. اما توی این ویدیو چند تا ایده دارم برای خوشبو کردن خونتون با این گیاه. کمتر برید سراغ مواد شیمیایی، سراغ عودایی که ساخته شده به صورت صنعتی و در واقع خوشبو کننده هایی که اسپری هست و برای تنفس به شدت بده، توش مواد نگهدارنده و شیمیایی داره. شاید این ایده ها به دردتون بخوره، من مرتب ازش استفاده میکنم، دوست داشتم که شما هم بدونید و تجربه من رو ببینید و استفاده بکنید. خب، من این رزماریای تازه رو که سم نداره، کودم نداره، تهیه کردم. اگر بتونید اونو کشت بدید توی خونتون، تو گلدون داشته باشید، خیلی خیلی خوبه تا مجبور نشید که از جاهایی که اطلاع ندارید که سم پاشی شده بچینید و استفاده بکنید. شستمشون بوی تازگی و اون حس تازه بودن واقعا حال آدم رو خوب میکنه. من از این گیاه همیشه توی خونه دارم، چه خوش شده چه تازه، و کاربردهای خیلی خیلی زیادی داره، هم برای پخت مواد غذایی، هم برای سرمای مراقبتی مو خصوصا، و همین که به عنوان خوشبو کننده. اونا رو شستمشون، گذاشتم آبش رفته و خوش شده. حالا میخوام چیکار بکنم؟ ببینید، کار ساده یه، خیلی احتیاج به دستور خاصی نداره. من تو این ویدیو که در واقع ایده خودم هست، یه چند تا از این شیشه های عطرمو که خالی شده بود نگه داشتم، سرش رو با انبردست، اونجا که اسپری میشه اون رو با انبردست کندم. دستکش دستتون کنید که یه وقت خدای نکرده دستتون آسیب نبینه. بعد بشوریدش و سرش هم همجور که تو ویدیو دیدین با چسب دوباره گذاشتم که اون حالت سرش مثل گلدون بشه و شکل بهتری داشته باشه. خب، این ساقه های بلند رو من گذاشتم توی گلدون برای اینکه بذارم تو اتاق خوابم تا بوی خوبی داشته باشه. در واقع یه نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، و اخیراً اگر که ببینید در سطح شهر خیلی رزماری میکارن توی فضاهای سبز، اخیراً این خیلی زیاد شده، به خاطر اینکه رزماری خودش یک گیاهی هستش که هر جا باشه حشرات و آفات رو دور میکنه و این خیلی کمک میکنه که کمتر از آفات شیمیایی استفاده بکنن. و اگه دیده باشین تو سطح شهر توی فضاهای سبز خیلی دارن این رو میکارن. پس تو خونتون هم اگه باشه، من فکر میکنم این خاصیت رو داشته باشه که حشرات رو دور بکنه. علاوه بر اون، همیشه بوی خوب رزماری توی خونتون هستش. ساقه های بلند رو توی گلدون من گذاشتم. اگر میخواید آب بریزید توی گلدونتون، اینو بدونیم که بیشتر از یه هفته نمیمونه، چون بالاخره میپوسه ساقش و میره رو به فساد. پس اگر که میخواید تو آب نگهش دارین، سعی کنین اون ساقش رو هر روز بشورید، جاهایی که پوسیده شده رو بریزید دور و آب تمیز دوباره بذارید. ولی من تو آب نمیذارم، تو گلدون گذاشتم، نهایتش خوش میشه دیگه. خب، حالا یه سری هم برگای ریز داره. من از این کیسه های توری که بعضی وقتا خرید میکنیم و سایل رو توش میذارن، از اونا نگه داشته بودم و این برگای ریزش رو تو این کیسه ها میذارم. یه پک میشه، یه بالشتک میشه، که هم میتونید اون رو برای توی زیر بالشتون استفاده بکنید، یا اگر از اینا ندارید
کیسه های پارچه‌ای بدوزید خودتون، آمادش هم هست این پک ها که برای بالش استفاده میکنن، ولی خیلی راحته. یک کیسه پارچه‌ای بدوزین، توش از این گیاه ها بریزید، مثل گل روز، مثل روزماری، اسقدوس، این چیزایی که حالا فکر میکنیم بوداره، دارچین، اینا توش بریزید و زیر بالشتون استفاده بکنی، خیلی خواب آروم و خوبی رو میاره. میتونین برای خوشبو کننده توی ماشین استفاده بکنین. من اینو فکر کردم چون خوشگلم هست ظاهرش، پرش کنم و بزنم توی مثلا ماشین. خب این یکی از کاربرداشه. روزماری همین جوری که میدونید، حالا جدای از طبخ غذا که به عنوان گرفتن بوی زهم گوشت ها، انواع گوشت ها، مرغ و ماهی و میگو، استیک و اینا استفاده میکنن، میتونیم توی غذا هم بریزیم و بذاریم، یعنی در حین پخت غذا هم ازش استفاده بکنیم، منتها خیلی زیاد نباید باشه چون طعم غالبی میده به غذا. مصارف درمانی هم خیلی داره توی طب سنتی، برای معالجه کبد، برای دیابت و کارکرد بهتر مغز و اینها خیلی استفاده میشه. من توی مقوله خیلی وارد نمیشم چون که یه بحث کاملا تخصصی و پزشکی هستش. من تجربیات خودم رو میگم، ازش توی مراقبتی، یعنی سرم مراقبتی درست کردم برای مو و خیلی خیلی نتیجه داده. موهای ریز ریز خیلی در میاد با اسپری کردنش. ویدیوش هم درست کردم، لینکش رو براتون میذارم، حتما ببینید و حتما درست کنید. توصیه هایم که توی ویدیو شده رو با دقت گوش بدید که من دیگه اینجا تکرار نمی کنم که وقت این ویدیو رو نگیرم. خب این از پکیه که برای توی ماشین یا توی دستگیره مثلا اتاق خواب میتونید ازش استفاده بکنید. جاهایی که مثلا آویز هستش بزنید، هم زیبا هستش، همین که خوشبوه، میتونید موقعی که میخواین کادو بدین یه دونم از اینا تو پکتون بذارید، سورپرایز قشنگه. حالا این شیشه هایی که اول ویدیو من براتون درستش کردم، شیشه های عطر خالی رو یه کمی روغن بریزید توش. روغن مایع خوراکی هستش، حالا چون روغن های دیگه به هر حال یه مقدار گرون تر هست، من از اون استفاده نمی کنم، همین روغن هایی که استفاده میکنید برای غذا توش بریزید. چرا روغن؟ به خاطر اینکه میتونه مدت زیادتری این گیاه رو تو خودش داشته باشه و دیگه مثل آب نیستش که باعث پوسیدگی گیاه باشه بشه. برگای ریزش رو توی روغن میریزیم، حالا هر چقدر که خواستید، و یه چند تام ساقه های تزئینی من گذاشتم سرش و اینو استفاده میکنید. به همین راحتی، کار خاصی نداره. میتونید مثلا توش چوب دارچین هم بندازید، یه دونه گل روز هم میتونید بندازید برای اینکه زیباتر بشه، و حالا گلای بنفش ریز هست، چیزایی که خودتون میدونید و حتما سلیقه‌شو دارید، بذارید برای گوشه میز توالتتون، برای روی کتابخونه‌تون، کنار مثلا سینی که میخواید میوه سرو کنید، چای سرو کنید. اینا یه سلیقه های حالا خیلی ریز و نکات ریزی هست که باعث جذابیت خونتون میشه. این از یه مدلش. یه مدل دیگه ای که من استفاده کردم بدون روغن هست، یکی دیگه از همین شیشه ها رو که خالی کردم، همین برگای ریز رو جدا کردم و توش ریختم، نه آب ریختم نه روغن، همینجوری پر میکنید میذارید توی شیشه. ببینید، گفتم میتونید آبم بریزید ولی مدت نگهداریش زیاد نمیتونه باشه، پس اینو هم پر میکنیم.
بیشتر این خب میتونه جنبه تزیینی داشته باشه توی مثلا سرویس بهداشتی. من خودم اینو گذاشتم توی روی آینه روشویی و هم خیلی خوشگله به خاطر این سبزی که داره و ترکیب شده با شیشه و اینه، خب قشنگ ظاهرش و هم بوی خوبی تا این مدتی داره و من فکر میکنم که حشرات رو هم دور کنه از اونجا که میذارید. اینم از این. یه مورد دیگه‌ای که خیلی کاربرد داره و خیلی الان استفاده میشه ازش اسماج هستش. اسماج رو خب اگه بخواین از بیرون تهیه کنید نسبتاً قیمتشون بالا هستش و با توجه به کاربردی هم که داره شما مثلا یه اسماج رو میتونید دو سه بار ازش استفاده بکنید و قیمتش هم خب به هر حال حالا خیلی نمیتونم بگم بالایه، ولی 50-60 تومن من آخرین باری که دیدم و گرفتم بود. خب میتونید خودتون درست کنید، خیلی هزینش کمتر میشه و یه تعداد زیادی درست کنید، مثلا 10-15 تا درست کنید و بذارید و هر وقت که خواستید اون رو استفاده بکنید. کار خاصی نداره، چوبای متوسطش رو یعنی ساقه های متوسط رو انتخاب کنید. هر میوه خشکی یا گیاه خشکی که تو خونه دارید بپیچید لابلاش. من میوه خشک نداشتم که اینو داشتم درست میکردم، فقط دارچین داشتم و گل روز که پیچیدم لابلاش، ولی اگه میوه های خشک مثل مرکبات، پرتقال، لیمو یا انبه خوش شده، موز خوش شده، اینا رو دارید بپیچید لابلای برگا هم خیلی قشنگ میشه و هم خیلی خوشبوه و وقتی اسماج رو دود میکنید واقعا نگم براتون انقدر این بو آرام بخشه، انقدر حس خوب میده، بوی جنگل، بوی بارون، بوی چوب، بوی دریا، همه چی، یعنی احساس میکنید طبیعت رو با خودتون آوردین تو خونتون. خب ما نمیتونیم مرتب بریم تو طبیعت، ولی به نظر من باید این کارو بکنیم، حالا با آوردن گلدون تو خونه و با آوردن بوی طبیعت تو خونه حس خوب و آرامش و زندگی رو به خونمون بیاریم. اینا ایده هایی بود که به ذهن من رسید. اگه شما ایده های دیگه ای دارین به من بگید، حتما توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید. اگه من تونستم ازش ویدیو میسازم درست میکنم و از این گیاه خیلی پرخاصیت و پرکاربرد غافل نشیم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر که اینطوره لایکتون نره کانال رو هم سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید تا آخرین ویدیوهایی که من منتشر میکنم به اطلاعتون برسه. خیلی دوستتون دارم، دوستایی که همیشه حمایت میکنن، کامنت میذارن، لایک میکنن و مشوق من هستن تو ساختن این ویدیوها. خیلی دوستتون دارم همتون رو و امیدوارم که بتونیم روزای آینده و روزای پیش روی خیلی بهتری رو با هم بسازیم. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.